سلام به خبرهای این ساعت با من امید دولت‌زئی خوش آمدید. عملیات تصفیه‌ای نظامیان ویژه افغان دیشب در ولسوالی جاغوری غزنی آغاز شد. بر بنیاد معلومات ریاست عمومی امنیت ملی، همزمان با این هیئت بلند رتبه نظامیان امنیتی و دفاعی با صدها کماندو و نظامیان ویژه امنیت ملی شام دیروز به آن ولسوالی رسیده است. بر بنیاد معلومات منبع این هیئت مشمول رئیس ستاد ارتش، معین ارشد امنیتی و معاون ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی است. شورای امنیت ملی در پیوند به افزایش حمله های تهاجمی مخالفان مسلح دولت به نظامیان افغان دستور داده است که حمله هایشان را افزایش دهند. این شورا از نهادهای امنیتی و دفاعی کشور خواسته است که به منظور مسئولیت جان غیر نظامیان و کاهش تلفات نظامیان افغان، حمله های تهاجمیشان را بر ضد مخالفان مسلح دولت در سراسر کشور افزایش بخشند. در آگهی نامه این نهاد آمده است که مخالفان مسلح دولت هرگز به اهدافشان که ایجاد وحشت میان مردم است نخواهند رسید. این امر در حال صادر می شود که در روزهای پسین جنگ در ولایت های غزنی، فرا، بغلان، کندز، تخار، زابل و غور افزایش یافته است که از اثر آن صدها نظامی دولتی نیز جان باختند. رئیس جمهور غنی می گوید هر قدمی که در بخش صلح برداشته می شود بر مبنای مشورت خواهد بود. آقای غنی دیروز در دیدار با شورای انسجام جمعیت اسلامی افغانستان افزود که روند مشوره ها با اقشار گوناگون مردم افغانستان ادامه دارد و پس از انسجام نتایج آن با همه شریک خواهد شد. اعضای این شورا در رابطه با ایجاد برد مشورتی صلح گفتند که ترکیب برد یاد شده باید فراگیر باشد و در این روند بر مشارکت همه جانبه مردم تاکید کردند. کار عملی 125 پروژه به هزینه 197 میلیون افغانی دیروز در هلمند آغاز شد. این پروژه ها از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات در چهارچوب برنامه میثاق ملی شهروندی در ولسوالی های نادلی، ناوه، گرمسیر و در روستاهای لشکرگاه مرکز این ولایت عملی می شود. مسئولان محلی هلمند می افزایند این پروژه ها به خاص 224 شورای مردمی این ولایت و نظر به نیازمندی باشندگان این مناطق ترتیب و عملی خواهد شد. دیلمن خلق یو په کبرو مړی نور کار غواړي چې تاسو کار وکړئ نور کار ته غواړي دا موږ ته به څنګه نه کې چې تاسو وزیر اعظم ته پاره در دغه ونسی تاسو موږ ته پاره رئیس جمهور در ګریوان ونسی لاس موږ ته سرایت یو یو سره پنځه شوراګانې چې هغه پیسې هم راغلي دي او تخنیکی کاریم خلاصه ودی او کارت هم مدلی چې هغه دغه درو لسوالی کې دي څلور شوراګانې چې دي څلور پروژې هغه د ګرمسیل لسوالی کې دي نورې په نادالی مرجع په نادالی ناوی او بس لسوالی کې دي دا شپږ سوه اتیا په شوراګانو له طریقه تطبیقیږي چې دې کې به اوبه د اوبو څښاک د اوبو همدارنګه زراعتي اوبو سیستمونه د معرف په برخه کې د روغتیا په برخه کې په دې هکله به د شوراګانو په خوښه به پروژې تطبیق شي. و وزارت دفاع ملی میگوید تنخواه منصوبان باقیمانده ارتش ملی که تا اکنون نگرفتند فردا پرداخت خواهد شد. سخنگوی این نهاد دلیل معطل شدن تنخواه منصوبان سرحدی و نظم عامه که در سال روان شامل تشکیل وزارت دفاع ملی شده مشکل در اسنادشان دانسته است. وزارت دفاع ملی از تمام قلوردوها خواسته است تا مشکلات در اسناد منصوبان مربوطشان را تا یک ماه حل و شامل سیستم برقی پرداخت معاشات نموده تا در آینده تنخواه آنان به گونه نرمال پرداخت گردد. پیش از این برخی از منصوبان سرحدی و نظم عامه از پرداخت نشدن تنخواه چند ماهه‌شان شکایت کرده بودند. پورستوی که چې د کورنیو چارو وزارت لخوا سرحدی او نظم عامه پولیس ملي دفاع وزارت ته انتقال شول، په دې کې د یو شمیر پولیسو اسناد تکمیل شوي نه وو چې له دې امله د دوی ماشونه یو څه وخت وځنډېدل. خوشبختانه نن د ملي دفاع وزارت د مالی وزارت سره په تفاهم وتوانېدلو تر څو راتلونکې شنبې ورځې څخه د دغې پولیسو او د پاتې پرسونل چې په اپس سیستم کې نه وو معاشات اجرا کړي. این بود خبرهای این ساعت از خورشید. تا بعد، خدا نگهدار.